دنگ و فنگی داره کار. اون پایین چه امضا بندازیم فقط. اینا باز پول میخوان که خودیاری خواستن که. من نمیدونم این هواجات چجوریه، چه اداره‌ایه. پاتو میذاری توش باید خودیاری بید. نواره دیگه. عدسه و صرفه میکنی پولتو. ندارم من از کجا بیارم جمعش کنم. آقا شما نگران نباشید منصور خان، اسپانسر کار آقا سعیده. شما یه امضا اون پاش بندازین، ایشون مخارجو میده. نگران نباشید. بله بله بله. با اینکه پول از خودم نیست، با اینکه کا از خودم نیست، ولی بازم دست دلم نمیره که پول به اینا بدم. امضا رو بزن. چه آدم درستی هست. کوفتشون بشه. آدم درست. یه امضا کافیه. بله بله یه دونه کافی. دست شما درد نکنه. کاپیتان دیگه مچونش نکنه. خب بخون اینه. خب اسامی بازیکنان و دست اندرکاران. مدیر عامل. خب معلومه دیگه، اون که معلومه. جناب منصور خان. بله 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 جناب منصور ملکی. بله. خب سرپرست. سرپرست. اونم بذار جناب آقای ملکی. اونم. هیچ کس غیر از منصور خان شرایط سرپرستی رو نداره. بابا کاپیتان خجالت هم میدی. با توجه به اینکه واقعا علاقه ملاقه‌ای به کار اجرایی نداره. مثلا دوست خوشم نمیاد. بری بذار جان. نوشت. خیلی. مدیر فنی. مدیر فنی آقا. مدیر فنی چی کار باید بکنه؟ چی کاره که آقا مربی انتخاب میکنه. بازیکنان تیم انتخاب میکنه. کار مربی دخالت میکنه. کارش مشخصه. مدیر فنی. خب اونم بنویس خودم دیگه. بنویسم. خیلی خوب. بنویس منصور. منصور ملکی. خب. آقا. مربی. مربی که دیگه وقتی قرار باشه من مدیر فنی باشم و مربی رو انتخاب بکنم، خب معلومه خودم رو انتخاب میکنم، نمیام که سیگر انتخاب بکنم. بنویسونم منصور ملکی دیگه چیکار کنیم حالا؟ ای بابا پس من اینجا چیکارم؟ ببینم اگر واقعا به من نیاز ندارین من میرم توی یه باشگاه دیگه. چیه کپیتان فوری به بر میخوره قرب برمیشه؟ بابا ولمون کن، کپیتان هستی شما خوده. پست مهم کم پستی نیست کاپیتانی. منظورتون اینه که من بازی کنم؟ بله چرا نکنم. خب اگر اینجوریه که من حرفی ندارم، ولی یه چند روزی فرصت میخواد که من تو فرم بیام. خودت بسازی. منصور خان ببخشید من مخالفم. چرا؟ ایشون سن و سالش بالاست، خدای نکرده یه وقت ایست قلبی میکنه. کار میسازه برار چی میگن کار میذاره رو دستمون. بعد در ضمن یه مشکل هم هست، ایشون تا بیاد تصمیم بگیره توپ به سمت راست بزنه یا سمت چپ بزنه، توپ ازش گرفتن زدن تو گل خوردیم. بعدش هم نه اصلا جدایی از اینا. جناب منصور خان زیاد همچین واسه تیم افت داره که مربی و مثلا مدیر فنی یکی باشه. کاپیتان چون خارجی اشقابادیه کلاسش خیلی بالاتره، آخر اسمش هم یه افت داره بذاریمش مربی، خیلی کلاس تیم میره. چه افتی داره؟ افتی نه 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 اسمش کاپیتان افت. اوه آن کاپیتان افت. آره این خوبه. ببینم مربیگری حالا بلدی کاپیتان یا نه؟ آبرو نبره. من تو عشق‌آباد ستاره تیممون بودم. کلی عکس با شورت کوتاه دارم. میتونین ببینین؟ بازی پیرن شد. بس خواهم بنویسن. بله بنویسن. دمون آقا جمعه. کپیتان دیگه میتونیم. خب حالا باید بریم سراغ بازیکن ها. آقا. بازیکن خودت هوشنگ رو بنویس، خودتم بنویس. شاکر آقا. مهندس هم بنویس. بله. دیگه کی؟ بذار ببینم چند نفر میخوان حالا؟ 5 تا آقا، 5 تا بازیکن اصلی میخوان. دیگه 10 نفر شده. کیا؟ هوشنگ، سیامک، مهندس. راست میگه؟ چند؟ نه کاپیتان، اون هوشنگا یکیش ذخیره است، یکیش بازی میکنه. آره. یه دونه اصلی، یه دونه ذخیره. ذخیره رو حالا حساب کردم. بله، اسکندر بنویس، اسکندر رو. چی؟ اسکندر. بابا ولم کن اسکندر، بازی بلد نیست بکنه. میخوای خرابکار میخوای خراب کنه کارو. گل به خودمون میزنه. آقا اسی گلریش خوبه ها، فیزیکش هم مناسبه. فیزیکش هم مناسبه. خوبه. با علم به این که اصلا علاقه ای ندارم که این تو تیم باشه، فکر نمی کنم کاری از دستش ساخته باشه. حالا میگید گند مونده است، نمیدونم فلان رو توپ میزنه جلو توپ. بنویسم آقا. بنویسم. اسی خروس. بنویس. بیا.
یه نفر دیگه میمونه. گلری بد نکرده. بله. نه گلریش خوبه. من دیدم بازیش. خوبه. آقا یه نفر کاپیتان به نظر شما هوابردو بنویسم؟ هوابردم خوبه. هوابردو من بازیشو قبول ندارم. نمیتونم همجوری انتخاب کنم. بفرستینش سر تمرین من تستش کنم. ای بابا کاپیتان شما چه حرفا میزنی؟ تست دیگه لازم نداره قربونت برم. معلومه هوابرد خوبه. کارچاخ کنم هست. کار راه اندازه. آقای ملکی منصور جان شما از همین الان داری در کار من دخالت میکنی و نمیذاری من اونجوری که دلم میخواد ارنجمو ببندم. مدیر فنیه دیگه. کاپیتان جونم قربونت برم. اولا مدیر فنی به قول ایشون همینه دیگه. باید گوش کنی و قربون اون چشای تابه تای همچه اصلیه ما خمارت برم. الهی من فدایت بشم. قربونت برم. شما چرا توجه نمی کنی؟ این یه بازی فرمالیته است به قولی بچه ها گفتنی چی؟ نمایشیه. بله. ما میخواییم جلوی برادر این سعید که سعدون باشه یه مسابقه یه نمایشی بذاریم فرمالیته. بلکه این دوتا رو این روشنگ خان و این سیامک رو ببین منو جناب بفرستیمشون برن اون بر آب بلکه 2000 که چرز کنم 2 دلار بر دلار میاریم بقیهش دیگه مهم نی تموم شده ببندش 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 دیگه تموم شده اینم هوا برد بسته شو من تیمم کامله بله جناب رئیس اون فرم درخواست اینم اسامی بازیکن ها و کادر فنی و سعید خان هم همین لحظات میاد خدمتتون و دو دستی خودیاری رو تقدیم حضرت عالی خواهد کرد چه جالب اون پس این سعید خان بالاخره شد اسپانسر تیم شما مبارک خودتون باشه خود. خب مربی بله. مربیتون هم که کاپتانه بله بله باشه زن جناب کاپتانوف بله بنده هم بایده تو مدیر فنی و سرپرست تیم اگر اجازه بفرمایید سرپرست خب اون وقت میزان تحصیلات های ملکی میزان چی نوشته اونجا هیچ بله هیچ ولی کاپتان باید حتما کارت یعنی مربی باید حتما کارت مربیگری داشته باشه عزیز من بله جناب... نمیشه. شما باید این مربیتون عوض کنین. جناب رئیس، جسارتاً خدمتون عرض کنم. اون وقتی که جنابالی توی قنداقاتون منتظر قنداقاتون بودین، بنده فوتبال بازی میکردم. در اشقابات، همیشه هم کاپیتان بودم. کاپیتان بودم. بله، دوتا نوار کاپیتان اینم روی هر بازوام نصب میکردم. عکسش حتما. تو تمام تیم‌ها. اونم بنده شجر نونچه این کاپیتانی کشتم بیرون درست میگه ایشون بله کاپیتانی اصلا اسم کاپیتانی از همون موقع رویشون موند عجب من فکر کردم ایشون خلبانن که بهشون میگن کاپیتان کاپیتان مال همونه بس کاپیتانن که بهشون میگن کاپیتان قربونت برم جناب رئیس شما که آگاهید من نباید این حرف رو جلوی شما بزنم آخه مربی باید لااقل که خاک زمین خورده باشه دو مرتبه پاش به این توپ بی ساب مونده خورده باشه 4 تا عکس با جب با شورت ورزشی داشته باشه مربی با کار تالاش نشد ملاد که نشد ملاد نه خیر من حالا مربی کارتار از کجا گیر بیارم تو این فرصت کم بسیار خب هرچند که قانونه ولی شما ما رو به خاطر گل روی شما گل روی کاپتان من این دفعه رو ندیده میگیرم قربونت برم محبت اما راجب اسامی بازیکنان فکر کنم یه اشتباهی رخ داده چه اشتباهی ببینم این آقای روانبخش بازیکن تیم ماست. اون وقت شما اسمشو کردین تو بازیکنای تیم خودتون رو رد کردین. چی؟ یعنی چرا؟ بازیکن شما؟ بله. کاپیتان چه فرمایشه؟ آقای رئیس واقعا نمیدونم چطور ایشون کارمند منه، جیره بگیر منه، جزء ابواب جمعی منه، دوماد منه. بازیکن شماست؟ جهت اطلاعاتون عرض کنم آقای ملکی ایشون دیروز با ما قرارداد بستن. امروز قراردادشون تو فدراسیون ثبت شده. از امروز هم رسماً بازیکن ماست آقا جان. جناب ملکی ما غیر از اسی که کسی رو واسه دروازه‌بانی نداریم. باید برش گردونیم. آقا این پسره ندونم به کار شما میشناسیدش که سرش انداخته پایین همینجوری اومده. اطلاع نداشته که ما داریم تیم میدیم.
شما خواهش میکنم ایشونو کنسل کنید، برش گرد از شرش هم راحت میشه. اختیار داری اینو گفته باشه؟ اختیار داری اسی سوگلی تیم ماست. تازه این روزا گلر کم پیدا میشه آقا جان. ما تو هر پستی 3-4-5 تا بازیکن خوب اضافه داریم، اما گلر همین یه دونه رو داریم. باور کنیم محاله بذارم بیا تو تیم شما. عجیباً غریبه آقای رئیس عجب. خروس هم شد اومده جزو مرغ‌ها اومده تو تیم بازی کنه. شما چجوری این دلاش دادید؟ ایشون اینجوری من خدمتتون بگم که تا حالا لگد به گربه نزده. آخه ما بس بر خروس هم باید التماس کنیم خدمتتون. آقای ملکی نکنید. آقای ملکی جونم خواهش میکنم مواظب حرف زدنتون باشین. یک بار دیگه به بازیکن من توهین کنین بهش بگین خروس، من از تو ازتون شکایت میکنم، بعدم میکشونمتون کمیته انضباطی. شما خواهش میکنم. هورا هورا هواجاد هورا هواجاد. چاکر منصور خان خیلی مخلصین. خیلی مخلصین سیاوش خان. آقا بزن. چاکریم. واقعا که حلال زاده ای روان بخش. واقعا حلال زاده ای. همین الان ذکر خیرت بود. قراردادتو بردیم ثبت کردیم. اینم بفرمایید. اینم چکت. به روز دیگه. بله که به روزه. دست شما درد نکنه. منصور خان این ورا. منصور خان تیم تو بردار و برو. تو خجالت نمیکشی؟ چه جوری رو میشه تو چشای من نگاه کنی؟ اینجوری. میای نون منو میخوری بعد میری جای دیگه شلنگ تخته میندازی. نه. ببینید چیه؟ شما که تیم ندادین منم به قولی بدون باشگاه نمیتونستم بمونم دیگه. این بود که اومدم با اینا قرارداد بستم. ما چطور تیم ندادیم؟ بله اون موقع تیم ندادیم، ولی الان که داریم تیم میدیم. آقا چکه آقای رئیس رو بده پس، ازشون عذرخواهی بکن، برگرد سر خونه و زندگی و تیم خودت. مگه شهر هرته آقای ملکی؟ ایشون بازیکن تیم ما هستن. اگر نمیدونیم بدونیم. با ما قرارداد داره. اگه خودش هم بخواد نمیتونه بیاد. آقاشون قرارداد داره. در به قول معروف بازیکن باید عرق پیراهن داشته باشه. دفاع کپیتان. کپیتان من نمیدونم اینو تو کدوم یکی از این هفته نامه‌ای سوار تو خز خوندی. اون عرق پیراهن نیست اسمش. اسمش عرق پیراهن. آره هرچی. سیا جون. سیا خان تمرین چیه؟ ساعت 2 با هم میریم زمین شماره 2. اول میریم سر کنفرانس مطبوعاتی که کنفرانس مطبوعاتی تو رو برگزار کنیم. بعدش هم میریم با هم سر تمرین. واسه اینم موبایلت. دست شما درد نکنه. اینم موبایل. فقط خاموشش کن تا فردا این خبرنگارا امونتو میبرن. بله من اومدم. آقا فکرتو بکن، نکن این کارو. نکن کاری که نتونی بعد جواب. بفرمایید. هواجا چیکارش میکنه؟ بفرمایید آقا. حالا من بفرمایید. با دست گل میام خدمتت. بفرمایید. به قولی با دست گل میام خدمتت. بفرمایید. هواجا. گوشاتو باز کن ببین اسکندر چی دارم بهت میگم. صدامم نمیخوام ببرم بالا. جلو رئیسم مسئله رو نمیخواستم از اون چی که هست بدترش بکنم، گندش در بیاد بازش بکنم. برادر سعید، سعید خان خودمون داره از رأس المیمه میاد اینجا. رأس المیمه یاد باشه کجا هست؟ همین از کاسمون برای آبه. داره میاد اینجا برای تیمش. اون میخواد فوتبالیست بخره با پول کلون. اگر تو تیم ما بمونی من به قول میدم که ترانسفورتت بکنم. ترانسفر حالا چه فرقی میکنه کپیتان؟ شما بری اون ور آب، از این وضع فلاکتبارم در میایی، پولدار میشی، کارت میگیره حسابی. ضمناً این دختر بدبخت بیچاره منم از این وضع افلاس میاد بیرون، یه رونقه میگیره. شما از تیم اینا هر چی زودتر بی بیرون من لیونرت میکنم. لیژیونر کپیتان شما هم اینجا وایسادی فقط. نه بازیکنی که خارج از کشورش بازی میکنه لیژیونر بهش میگن. میدونم این بازیکنی که خارج از کشورش بازی میکنه بهش میگن لیونر. میفهمم اینو، ولی اینجوری میگم که ایشون بفهمه. شما عزیز من برو گوش بده به من. شما برو قرارداد تو پس بده، برگرد. موبایل میخوای؟ من برات میخرم موبایلو. چرا میری به اینا التماس میکنی بنده خدا؟ منصور جون با تمام ارادتی که به شما دارم، ببین آقا منصور، من گلو میارم به شما میدم، شما نگران نباش. من با تمام ارادتی که به شما دارم نمیتونم. من به تیم هواجات، به سیاوش خان، به منشی، به همه اینا تعهد دارم. اینا من از زمین خاکی آوردم بالا. من نمیتونم. باره پیکارت دیریم بره من بابا. داستان درست میکنه. پس فرده بر نگردی با گردن کجان. اون چی که من میدونی چه کار میکنم؟ من تو اون دروازه حالا که اینطور شد عقاب میکارم تو دروازه خودم.
خروس. چه واسه کم نمیدونی بدون. باز کم آوردی. من عقاب میارم تو اون دروازه. آقا جون از فردا نمیخواد بیای سر کار. فهمیدی چی شد؟ استعفات مینویسی میری دنبال کارت، برای همون که داری بازی میکنی همون جام استخدام بشو از چون پول میگیری. به من چه کار داری؟ اصلا من دیگه نمیام اونجا. من 60 دقیقه تو زمین بازی میکنم، اندازه یه ماه حقوق شما که به من میدین پول میگیرم. منصور خان آقا پس بگو آقا به پول چشی گرفته؟ نمک خورم نمکتون شکر. آفرین. ای خائن، ای پول پرست، ای جاه طلب، ای فرصت طلب، ای عرق ندار. کم آورد. اسی جان من میخواستم یه چند کلمه دوستانه باهات صحبت کنم. ببین کاپیتان اصرار نکن. میگم نمیشه یعنی نمیشه دیگه. شما خودت فوتبالیست بودی، میدونی فوتبالیست ها یعنی چی. بازیکن بزرگ تو تیم بزرگ بازی میکنه. بعدش من میدونم تیم شما تو مرحله اول حذفه. دارم میرم با تیم های آسیایی، مسابقات آسیایی قراره بهترین دروازه‌بان آسیا بشم من. آها بیا اسی جان من به این کارا کاری ندارم. اصلا من اعتقاد دارم که بازیکن باید برای آینده حرفه‌ای خودش تصمیم بگیره. اصلا امیدوارم که تو تیم مقابل تیم ملکی رو بزنی. من فقط می‌خواستم در مورد این موی سرت صحبت کنم. تو میدونی ژل چقدر مضر واسه مو سرت. چرا حرف بی خود میزنی کاپیتان؟ الان مد شما بازی بازیکن ول کریم معاش چسبیدین مد. اسی جان منم وقتی جوان بودم مو سرمو چرت میکردم. البته اون موقع ها ژل نبود، ما یه مقدار گریس و پارافین و اینجور چیزا با هم قاطی میکردیم موسرمون رو چرت میکردیم. خب نتیجه چی شد؟ در سن 16-17 سالگی کچل شدم. واو. یعنی در اوج دوران حرفه‌ای اینه یه آدم 60 ساله. بعدش هم مدام منو از تیم کنار میذاشتن، هرچی میگفتم بابا من 18 سالمه. باور نمیکرد. خب میدونی دیگه آدم ها عقلشون به چشمشون اینه که انقدر ژل نزن به این موات. هوا جان هورا ملکی لای لای. ببین چقدر لباس اونقدر. من خیلی لباس اینا رو دوست دارم. راه راه سیاهی با شلوارک سیاهی کجا خیلی قشنگه. راه راه خوب نیست پرمین جون. سعید اصرار داره نوشته گلوبال ایرلاین حتما پشت لباسا مشخص باشه. اسپانسر تیم دیگه باید نظرش تعمیم بشه. من میگم لباس اونوریام خوبه ها. نگاه کن این بلوز زرد، شلوارک بنفش، جوراب راه راه. لا لا یکم عجق وجق نه بابا، اصلا در شأن گلوبال ایرلاین نیست. سعید میگه سفید ساده باشه با خطای سبز. چقدر این آقا سعید فرمایش دارن. پاس بده بزن دیگه، زود باش. مثلا کن بزن گل. عالی بود. دیدی چقدر قشنگ برعکس قیچی کرد رفت جلو. وای واقعا شاهکار بود. متشکریم آقای کلارک اسمیت. نیمه اول دیدین چه دریپ کش و این زد توپ. عالی. به اینا میگم بازی کن. هوا جان هورا، هوا جان هورا. چه داری فوتبال نگاه میکنیم؟ آره نیوکاسل یونایتد با بیرمنگام سیتی. بعدش هم یوونتوس با کالیاری. چه خوب آره. ببینم واقعا داریم فوتبال نگاه میکنی یا منو سر کار گذاشتین؟ خیلی همچین وارد شدین. نه خیلی آقای ملکی به ما ماموریت دادن که لباسای تیم ملی فرودگاه ملکی رو ماها طراحی کنیم. به خاطر همین ما داریم الگو برمی‌داریم. آقای ملکی بگین که تیمتون همون مرحله اول حذف، علکی خودشو خسته نکنه. تیمشون؟ مگه تو انتخاب نکردن؟ نه شرار خانم، من انتخابشون نکردم. میدونیم من نخواستم برم توی تیمشون، وگرنه اونا که داشتن التماس میکردن که هوا جان هورا. بیا نگاه کن رفتی تو تیم هوا جان. آره بله بالاخره کار خودتو کردی. آره بعدا نگی که بابا چرا با من بده ها. همینه دیگه. چه شکلی کردی خودتو؟ اون چه ریختی؟ مواتو چه اینجوری کردی؟ کلی پولشو دادم این شکلی کردم خودمو. موبایل حال میکنیم؟ این موبایل، این کوله، تازه یه چک 8 رقمی هم تو جیبمه. شوهر تو از امشب عضو تیم هواجات، رسما عضو تیم هواجاته. میدونید اگه سعدو شما رو انتخاب میکرد کمترین جایزه‌تون یه بنز توپل بود. زیاد اصرار نکنی و فکر کنه خبریه. یه دفعه بیشتر بهش نمیگی. اومد نعیمت به جهنم اصلا اصلا این نیاد. جهنم از خدا همین نیاد. من تا کاپیتان اصرار داره میگه دروازه‌بان نداری مجبوریم. آقا در بزن.
مجبور لامش به به تجد ولی ها از این برا چه امتیاز اولا بهتر میومدی بیرون جوری رفتی تو ببین ما از طرف منصور خان اومدیم پیغامی بهت بدیم ایشون گفتن که یک بار دیگه فرصت داری برگردی به تیم الان میری قشنگ ازش عذرخواهی میکنی دستشو میبوسی اونم یه جورایی میبخشه آره اگر واسه پول رفتی مشکل نیست میخریم فلوسش موجوده شیخ سعید نه مشکل انا میده فلوس موجود موبایل موجود سفارشتم میکنیم به برادر ایشون آقا ستون که تو رو هم مثل ماها بخرته فهمیدی بنز تو پولم موجود اینجوری هست به قولی من نمیام فهمیدین بس که قیافش تو آب سایده با اون چشایی وزقیش یه بار دیگه به من سفن تو این فکر اشیم میرم بابا آقا بگیر آقا تصویر بگیر لا دعوه عرمش تکلم من مربیم بهم گفته دعوا نکنم من حرفه‌ای ام دعوا آره داداش برید بهش بگید که شاگرد جنرال شاگرد عواجات نمیاد تو تیمتون با لاتبازی و پول و اینجور حرفا نمیتونی منو کاری کنی که بیام تو اون تیم تموم شد من حرفامو تو زمین میزنم تو زمین بچه جون بازی اولت افتادی با ما مشبکت آب کشت میکنم اینجوری سبزی بریزیم تو سبزی بشوریم آب کش میشی مشبک آقا گریه کردی کنار زمین میبینیم برابر آدم البته شانس برد شما هم زیاده بخاطر اینکه دماغت گنده است تمام گنده اینا کار بازی تدارکاتی خوبی میشه انتهای جدولی بگرد تا بگردیم برو درسته آقا برو آقا امسا الان نمیدم من بفرمایید مانجونه دعوات نکنه بفرمایید آره بچه فرمایید برای کی دوست داریم خدا ببین امروز که تو تیم مخالف داره بازی میکنه واسه من شده بهترین گلر جهان یاشین شو یه کاری بکن بگو بچه‌ها بکشن جلو تو زمین حریف گل بزنن دیگه آقای ملکی شما مدیر فنی هستین خواهش میکنم تو کار مربی دخالت نکنید ما با همین سیستم 8-8-4 نتیجه میگیریم آره بابا با این 8-8-4 تا دلت خوشه هوا برد بله آقای برو به بچه‌ها بگو بکشن تو زمین حریف گل بزنن چیکار دارن میکنن به اون خروس هم بگو به خروس بگو صفر نگیر بابا اینقدر جلو خارجی آبرومون رفت آقا این امروز برای ما دستویف شده بابا اسی جون بذار این سیامک روشن یه گل بزنم بابا یارو اومده اینا رو ببینه چه ملکی بهت خط داده برو بهشون بگو که من خائن نیستم اگه مردی خودتون گل بزنیم برو یا Oh, my God.
بحث میزبانیه. اینا تماشاشون همش دارن هو میکنه بچهای ما رو. من دارم تو گزارش مینویسم. شما بفرمایید. یعنی چی؟ من کدش گندش دارم آوردم. من چیکار کنم آقا؟ بفرمایید. مگه میتونه گلر گل بزنه؟ بله بله این گل قبوله. این گل دیگه هدیه شماست به تیم باقابل. همه رو فرستاد این جلو. ای بابا من از این خروس پوسی بکنم که یادش نره. واسه من حس نشون میده. ای بابا دیدی این پسر امروز چه افتضاحی به بار آورد؟ دیدی تو رو خدا چه کرد؟ ای وای که ملکی مار تو آسین پروردویی معمار پف پف جانم با بنده بودین؟ ای بابا کپیتان هرچی که هر جا میپرونن آرام حساس شدیان به خودت میگی؟ نه من یه لحظه فکر کردم که منو صدا کردی. گفتم بچه ها، دوستان، قضیه خیلی بالا گرفته. نوشته افتضاح در لیگ فرودگاه ها. بعدم نصف صفحه کل ماجرا رو زیرش توضیح داده. حتی ماجرای سعدون. و اینکه با عصبانیت تهران رو ترک کرد. چی میگی؟
کاپیتان اینا که اصلا مهم نیست، این روزنامه‌ها که برای اینکه صفحه‌هاشون رو پر کنه هر چی دوست دارن می‌نویسن، مهم این برنامه 60 با اون مجریش آقای فریدون نژاد، اصل کار این برنامه 60 اونقدر براشون مهم بوده که دو بار در یک صفحه کنار هم چاپش کردن. اینا دیگه آقا اینجا رو نگاه کنید، نوشته عده‌ای تماشاگر نما که طرفدار تیم فرودگاه ملکی بودن جنجال رو به پا کردن. اینا همه چیز دفاع گردن ما دیگه. شما امشب آقای ملکی تو برنامه 60 باید افشاشون کنید. بله بله بله. بذار من پام برسه اونجا، هر چی که باید بگم اون وقت می‌بینید چه کار می‌کنم. من میشینم، من عشق تصویر دارم که تصویرم از تلویزیون پخش بشه. میخوام حرفمو بزنم اونجا و میبینی که میزنم حرفمو. چی شد این پسره پس؟ این اومد اومد. ای بابا دیر شد آقا، برنامه زنده. بگو به جنبه. آی ملک روشن نمیشه ماشینم، روشن نمیشه، شرمندم، ببخشید. بمیره صاحبش اشکالی نداره ها، فقط روشن نمیشه. یه چند نفر بلندشون بیان یه هولی بدین. فقط شما لطف کنید برنامه که شروع شد برای من ضبط میکنید که من برگشتن یه نگاه بکنم ببینم چه جوری بوده. چشم روان، تو رو خدا یه حرفی نزنی که اوضاع از اینی که هست بدتر بشه. بابایی تو الانم کلی ضرر داده. خب خواهش میکنم، من به ضرر یه بازی بود تموم شد رفت. من به ضرر و نفع کسی کاری ندارم، که من فقط حقیقت رو میگم. مردم باید بدونن که حقیقت چی بوده. جعفر آیه کاپیتان تشریف بیارین. سلام. بریم ماشین روشن کن آقا ملکی میخواد بره برنامه زنده. سلام. خانم ها سلام عرض کردم. سلام آقا. دیدید یا ندیدید؟ شمشیرا رو از رو بستن. ملاحظه کردین؟ بعد من به نفع کی کار کنم؟ برای کی حرف بزنم؟ من فقط حقیقتو میگم. اصلا به اینا چی کار داری؟ اینا که قرار نیست بیان تو برنامه زندن. بابایی فقط قراره بیاد. یه چیزی نگی ها. ببین اگه بهش بر بخوره اصلا رعایت نمی کنه. برنامه زنده است و داره حیثیتمون میره. سلام بابایی. سلام بابایی. خواهش میگم که دارم میرم تلویزیون. برنامه زنده دارم. خوبه؟ لباسه؟ عالیه. بزنم تخته. خوشتیپ شدین عالی. میگم این دکمه وسطی رو باز بذارم یا این بالایی رو ببندم پیرم به نفشرم پوشیدم قشنگ. همش خوبه، همینجوری عالیه. اون همه من به روانم گفتم کلچه شلوار بپوشه ها، به حرف نکن. ببین بابایی چقدر خوشتیپ و شده. این دیگه مگه ایشونم جایی داره میره؟ بله. آها حتما داره میره سر ساختمون. نه خیر، دارم میرم همون برنامه که شما هم دعوتین، همون تلویزیون. منم دعوت کردن آخه. ای نگاه کن، من فکر کردم داره میره سر ساختمون جوشکاری یه نک دیدی زده. آقای ملکی خواهش میکنم همین الان یه چیزی رو روشن کنیم که بعدن جای گلگی باقی نمونه. چه گلگی؟ ببینین برنامه زنده است. بله. اگر خدای نکرده به بچه من توهین بکنی، اون وقت من دیگه مجبورم باید شما رو بکشم دادگاه. بله. میگم خانم چه توهینی آخه؟ من کی تا حالا توهین کردم؟ شما ایشون رو بهشون بفرمایید که چشاشون رو نبندن مثل خروس دهنشون رو باز کنن. هر چی از دهنشون در میاد ببنده بگن. به قولی حرمتی داره، بزرگتری داریم، کوچکتری داریم. شما کجا داری میری؟ با چی داری میری؟ کی میخوای بری الان؟ بن؟ با چی؟ به قولی آژانس دمه در منتظرمه. ای آژانس سوارم شده واسه ما. شما با من میاد؟ بفرمایید. عینکتم بردار خانم. عینک داشته باشه یا ممکنه سر کلش نبینه جایی رو، سرش گیجی ویجی بره، عادت نداره به عینک. با کله بخوره زمین. اینجاهاش ورم کنه، سیاه بشه، بعد بگن که تیم ما این بلا رو سرش آورده. بفرمایید. با اجازه. بفرمایید. خدا نرو تو حریف بابایی نمیشی، حریف زبون بابایی نمیشی. محبوبیات از آن منه. میدونم. موفق باشی پسرم.